در آستانه یک سالگرد انقلاب مردم عراق علیه اشغالگران انگلیسی بنیاد جهانی آیت الله شیرازی بیانیه صادر کرد به گزارش شویوز در این بیانیه با اشاره به انقلاب 1920 و رهانیدن مردم از استعمار انگلیس به کمک این انقلاب آمده است قیام و انقلاب مردم عراق ضد اشغالگران با تمام ویژگی هایش در واقع خشت اول تأسیس عراق نوین به شمار می رود هرچند در این مسیر تا به امروز اشتباهاتی وجود داشته ولی قدرت ملت عراق در تعیین سرنوشت خود را به همگان ثابت نموده این بیانیه در ادامه با اشاره به 100 سال تلاش مردم عراق و روبرو شدن آنها با مشکلات کوچک و بزرگ مختلف افزود در این سالها جنگ های پیاپی در عراق رخ داد و هر گروهی که به قدرت رسیده این کشور را دستخوش نابسامانی کرد که در نتیجه بهترین جوانان این سرزمین گاهی در چنگال استبداد و زمانی در دام تروریسم گرفتار بودند بنیاد جهانی آیت الله شیرازی در پایان بیانیه خود آورده از ملت رنج دیده عراق می‌خواهیم به شیوه اهل بیت علیهم السلام پایبند بوده و شانه به شانه یک دیگر تلاش کنند شایستگان را به جای فاسدان بنشانند تا انتظارات خود را تحقق بخشیده و از کشاکش های بین المللی و منطقهی دور بمانند مرجعیت شیعه یتولال ازما سید صادق حسینی شیرازی مدزلوه نیز درباره قیام ملت عراق در سال 1920 میلادی ضد اشغالگران انگلیسی فرمودند انقلاب و قیام سال 1920 مردم عراق در مقایسه با فداکاری های بزرگ امروز این ملت مؤمن ستم دیده و مظلوم ناچیز است و فداکاری ها و جانفشانی های امروز ملت عراق در طول تاریخ بشری مانع نداشته و ندارد.